صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة سيدنا الغريب ومولانا المظلوم شهيد كربلاء، السلام عليك وعلى جميع المستشهدين بين يديك، السلام عليك وعلى أخيك بالفضل العباس وعلى أختك الحوراء زينب، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، فلعن الله من حال بينكم وبين ماء الفرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خون که دیده چه سن، روز و شب چرا از غم، کدام غم؟ غم سلطان کربلا. ارث الحسین، بر حسین مرثیه بخوان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان، ولعنة الله على أعدائهم لا سيما فلان وفلان. السلام على المهدي وعلى آبائه، السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشعث. عرض السلام وأدب واحترام دارم خدمت همه شما عزيزان، همه شما حسينيان، و این هم ساعات و لحظات روز اول ماه ذی الحجه.
خب وقتی اسم ذوالحجه می آید و اتفاقهایی که در آن می افتد، شما حسینیان اولین چیزی که به خاطر شریفتان می رسد عرفه است و زیارت آقا سید الشهدا در شب و روز عرفه. امیدوارم که به همین زودی ها قسمت و روزی همه شما شود خدمت آقا سید الشهدا از نزدیک رسیدن و عرض ادب و ارادت و احترام خدمت آقا داشتن. هم آقا سید الشهدا روح الله الفدا و هم برادر باجان برابرش قمر بنی هاشم صلوات الله علیهم. دعا کنید آقا، دعا کنید و دعا مؤثر است ان شاء الله. البته این که من عرض میکنم دعا کنید غیر از آن دعا کردن هایی است که بعضی دیگر میگوید، نه، من حقیقتا عرض میکنم دعا مؤثر است و ان شاء الله نتیجه های خوبی هم خواهیم دید. خب اتفاقاتی که امروز افتاده است راجع به آن باید سخن بگوییم و نباید سر باز بزنیم از حقیقت های تاریخی. تمنا دارم کسی بهش بر نخوره. این اتفاقات اتفاقاتی است که افتاده است در تاریخ. دو اتفاق بسیار مهم داریم در امروز روز اول ذوالحجه. یکی در براءت است، یعنی در ادبیات ما در تبرا، و یکی در ولایت است و تولا. خب دومی تولا ازدواج امیرالمومنین و صدیقه طاهره صلوات الله علیهما هستش. البته روایات دیگری هم دارند و ششم را قوی تر دانستن مورخین، ولی امروز هم نقل شده است. حالا اشاراتی خواهیم کرد، ولی از آنجایی که مسلم است و میدانید که براءت مقدمه بر ولایت است، یعنی اول از جان دفع شر موش کن، بعد در انبار گندم کوش کن، اول لا اله الا الله، یعنی بیرون کن از دل آنچه که عرضم به خدمت شما ظلمت است و تاریکی، و بعد نور را به دل خود پذیرا باش، که نکته دقیق این است، نکته دقیق که همان لحظه ای که ظلمت را از دل بیرون می کنی نور می آید. همان لحظه نور می آید. چرا؟ چون حد وسطی ندارد. نور است و ظلمت. ظلمت را که بزدایی نور جایگزین خواهد شد. یعنی کسانی که در براءت بیشتر تقلا دارند و تلاش دارند موفق هستند و نور در دل آنها جایگزین خواهد شد. و روایات بسیار مفصلی هم در این باب عرض کرده ایم داریم و خدمت شما. حالا من ادبیات علمیش را خدمت شما عرض کردم، استدلالش را گفتم، نقلش هم ثابت است که حضرات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین به کرات گفتند که محبت ما با محبت دشمنان ما در یک قلب جا نمی شود. خدا هم در قرآنش به آن اشاره کرده است که مفصل است که خداوند دو قلب در برای انسان در سینه او جای نداده است. این آیه که مربوط به این مبحث هستش. آن اتفاقی که در براءت ما ازش استفاده میکنیم در یک جمله این است که امروز خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله، حضرت ختم رسول، حضرت ارزم به خدمت شما عقل اول، آن بزرگوار بیکفایتی ابوبکر را بر همگان مشخص کرد، به همه عالم رساند با این فعل شریفش رسول خدا که به امر الهی بود. احتیاجی نداره بعضی حرف ها را تکرار کردن، میگم که تأکید شده باشه، ولی همه شما میدانید وقتی عرض میکنیم قول رسول خدا، فعل رسول خدا، یعنی سلمنا و آمنا به این که تمام افعال و اقوال رسول خدا فعل و قولی است که از مصدر جلاله حضرت حق آمده است و وحی بر آن حاکم است. این معلوم است، ولی حالا باید گاهی وقتا اشاره هم بشه برای این کسانی که قدری ظرائف دقایق را نمیدانند. حضرت ختم رسول صلی الله علیه و آله بی کفایتی ابوبکر را به همه عالم نشان داد. به کرات و مرات رسول خدا صلی الله علیه و آله این کار را کرده است. حالا بعضی از ترسشان به خاطر دشمنان، بعضی از عرضم به خدمت شما خباستشان مخفی میکنند. آنها هم که دم از ابوبکر میزنند که خب تکلیفشون مشخص است. تکلیف آنها مشخص است. بین دوستان را عرض میکنم، بین کسانی که مدعی محبت و ولایت حضرات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین هستند عرض میکنم، چرا مخفی میکنید؟ چرا نمیگویید برای همگان؟ بذارید بدانم. آنها که شما به طرفداری از آنها ساکت شده این قبول کردن این مسائل را و متاسفانه باعث افتخار خود میدانن. یعنی وقتی بهشون میگی که خلفای شما از جنگ فرار کرده ان، بلا فاصله میگویند وللعربه کرتون بعد فر، عرب چنین است که فرار میکند و بر میگردد. فقط برای عربی که شما سراغ داری چنین است،
برای امیر عرب اسدالله الغالب مظهر العجائب و الغرائب کرار بودن فضیلت است. حالا بگذر، آنها قبول کرده. کسانی که مدعیان خلافت متخلفین سگانه هستند قبول کردن این رضایت را برای خلفای خود. شما چرا کاسه ای داغتر از آش شده اید؟ این مایه تعجب است و جوابی امیدوارم روز قیامت برای حضرت زهرا داشته باشید. امیدوارم جوابی داشته باشید، هرچند جوابی نمیتوانید. به هر حال روزی است که براءت مشخص شد. ماجرا چیست میدانید. سوره توبه نازل شد. پیغمبر خاتم حسب حکمتی که دارد به ابوبکر گفتند که سوره را ببر. کجا؟ مکه. بین راه رفت، حضرت مولا امیر عوالم امیر المؤمنین اسدالله الغالب را فرستاد رسول خدا، برو بین راه سوره براءت را از ابوبکر بگیر و خودت ببر به سمت مکه. عجب، چرایی که رسول خدا چنین کرده است؟ یک جوابش را نقدن خدمت شما بدهم، جوابهای دیگری هم دارد. عرض کردیم میخواهد به همه عالم بفهماند که کفایت ندارد ابوبکر، کفایت ندارد ابوبکر ابن ابی قحافه که این کارهای مهم را انجام دهد. تمام، این یکی کافیه، ولی باز هم ادله دیگری وجود دارد که علما راجع بهش سخن بسیار گفتند. مولا رفتن، سوره را گرفتن و به مکه، مکه را به قدوم خودش امیر المؤمنین مشرف کرد، سوره براءت را برد. ابوبکر برگشت ناراحت، به رسول خدا اعتراض کرد و این اعتراض دلیل بر کفر، اعتراض دلیل تسلیم باش رسول خدا. اعتراض کرد، حضرت ختمی معاب هم به او فرمودن که جبرئیل خبر آورد که این سوره را یا تو یا رجل منک، مردی از تو، از اهل تو معنا کرده، معنای نزدیکی است، ولی این کلمه منک را تمنا دارم دقت ویژه کنید، دارم مردی از تو. و حضرت مولا را فرستاد. با این حرکت رسول خدا هم فرمودن که امیر عوالم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب مردی است که از من است، از من است. به کرات فرموده است در حوادث و وقایع بسیاری رسول خدا فرموده است این کلمه را و این جملات را. حضرت مولا را. نکاتی که قابل توجه است بسیار زیباست. بله، حضرت موسی کلیم الله علی نبینا و آله و علیه السلام در روایتی که از امیر عوالم علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه رسیده است به سعسع آن اتفاقی که در واپسین لحظات عمر شریف امیر المؤمنین فرمودن و افضلیت را بیان فرمودن بین انبیا و خودشان. روایت بسیار زیباییست که حتما دیده اید، انت افضل ام آدم، فرمود انا افضل، و مفصل است تا به حضرت کلیم الله که میرسد علی نبینا و آله و علیه السلام. امیر عوالم احتجاج به همین مسئله میکنند، میگوید کلیم الله یک قبطی را کشته بود، حالا حسب اتفاق یا صلاح دید رسول خداست، بالاخره افتاده بود و مرده بود. بعد که خواست برگردد به همان شهر و دیار، از خدا طلب یار و معین و عضد کرد، شخصی را با من بفرست، و خدا هم او را فرستاد، به او اطمینان داد که نصرت من هم در پی هست. برگشت، ولی امیرالمومنین فرمود من صنادید عرب را از مشرکین به خاک و خون کشیده بودم، بزرگان عرب را از مشرکین به قتل رسانده بودم در جنگ هایی که داشتم، در دفاع هایی که امیرالمومنین از اسلام کردند و مسلمین و خاصه جان رسول خدا صلی الله علیه و آله، تمام بزرگانشون را من به قتل رسانده بودم. وقتی که فرمان رسید که آیات براءت را تو ببر، رفتم و تنها رفتم و از هیچ کس حراسی نداشتم. امیرالمؤمنین است صلوات الله علیه، حراسی نداشتم و آیات را خواندم. خب، اتفاقات بسیار زیاد این مابین افتاده است که جالب است. شأن نزول آیات براءت را ببینید، سوره توبه که بسم الله ندارد، این هم نکته است برای کسانی که فقط تکیه به رحمت زده اند، بدانن خداوند علی اعلی شدید العقاب است برای مشرکین. شرک در دل راه نده، چه شرک نسبت به ولی الله، چه شرک نسبت به خود حضرت حق جل و علا، شرک را مراقب باشیم. خفی و جلی آن دودمان را به باد می‌دهد.
این را برای اهل دقت و اهل معرفت عرض میکنم، کسانی که قدری سطوح بالاتر را مطالعه کردند و عمل میکنند، شرک خفی هم دودمان انسان را به باد میدهد. خفی آن ترسناک است، آقا، از مقامات نورانی انسان را دور میکند. شرک خفی چیست؟ مباحثش مشخص است. بدانیم کنار خدا یا ولی خدا شخصی را در دل و گمان قرار دادن، کار را برای غیر کردن، اخلاص نداشتن، ریا در عمل، سمعه، عجب، اینها چیزهایی است که حکایت میکند از شرک خفی. شرک جلی هم همان پرستیدن بت هاست. حالا این بت ها یا ساخته از سنگ و چوب و گل است، یا ساخته از گوشت و پوست و استخوان است. یعنی بعضی ها بت هایی را می پرستند که انسان هست. پناه بر خدا. بگذاریم. این آیات نازل شد. بسم الله ندارد، یعنی خداوند علی علی دم از رحمتش در این آیات نمی زند و سخت سخن می گوید. و عرضم به خدمت شما یه نکته، حالا این مطالبی گفتم همش رو تقریبا همه شما می دانید. یه نکته هست، مخالفین ما، اغیار، عامه، میان میگن که این که رسول خدا، این نکته رو دقت کنید زیباست، این که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود ابوبکر برگردد و امیر عوالم، امیر المؤمن را فرستاد تا این رسالت را به پایان برساند و سرانجام، دلیلش این بود که در همین سوره توبه، همین سوره براءت، آیه ای هست که اینو من نمیگم ها، دقت کنید، نقل قول میکنه و ناقل الکفر فلیس به کافر، آیه ای هست که در آن تعریف از ابوبکر است و همون آیه غار است، آیه ای که اینها گمان میکنن، دقت، گمان میکنن تعریف ابوبکر است، و حال اینکه از بطن خود آیه برمی آید که غیر از رسالت برای ابوبکر چیزی در این آیه نیست، خاصه آنجایی که خداوند علی اعلی در همین آیه میفرماید سکینه خودش را بر رسولش نازل کرد. همه جای قرآن میگوید و بالمؤمنین و علی المؤمنین، ولی در این آیه فقط رسول خدا. چرا؟ چون در آن مکان مؤمنی غیر از رسول خدا وجود نداشته است. اینها بحثاش مفصل شده است. شیخ مفیدم 6 دلیل در این جا آورده است در این آیه و آن خواب بسیار زیبایی که از خودش نقل میکند دیده است و دومی را با او بحث کرده است و محاجه کرده است. خیلی زیبا، سرچ کنید پیدا میکنید، مطالعهش کنید. میگن چون حالا بر فرض آنها، چون این آیه در سوره توبه هست، رسول خدا فرمودن ابوبکر نرود که از خودش تعریفی نکرده باشد. و نکته بسیار خنده آور اینجاست که ببینید چگونه فضیلت مجبورن بتراشن برای خلفا، چون نیست، اینها ظلمت محضن، جایی اگر پا بگذارن، اگر ذره نوری هم باشد، آنجا را اطفا میکنن، از بین میبرن. یعنی اگر چیزی هم اسمش فضیلت باشد اینها عمل کنن، اون فضیلت تبدیل به رذیلت میشد، چون او انجام داده است. دقت کنید، معیار دستتون باشه، محبین و شیعیان، معیار دستتون باشد، فضیلت آن است که نور انجام بیدد. خب حالا به هر عنوان، گیرم که این حرف را بزنی، گیرم که این حرف را بتراشی، گیرم ساده لوها هم از تو بزرد، ولی غافل از اینی که تمام آن آیاتی که امیر عوالم گرفتن و بردن به مکه، آیاتی که نازل شد و آن اتفاق بود که ابوبکر را برگرداند، 10 آیه اول سوره توبه بود. همه سوره توبه که نبود، 10 آیه اولش بود که مولا بردن. تا 20 را گفتن، بعضی 30 را هم گفتن که 30 آیه اول، ولی معروف و مشهور و متواتر 10 آیه اول است. در این 10 آیه ای که قرار بود ابوبکر ببرد و نبرد و برش گرداندند، در آن 10 آیه این آیه نیست، این آیه آیه 40 سوره توبه است. هنوز نازل نشده بود که تو گمان میکنی به خاطری که تعریف از خودش نکند نبرده است. زهی خیال باطل، بمانید در تیه و زلالت گمراهی خودتان. ما را خدا را شکر که در نور ولایت غور میکنیم. به لطف حضرات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین میان برنامه را ببینید. سهر پرسش حال تو کنم، چه شود گر نظری سیر جمال تو کنم. آقا جونم مولای من،
تو پاک از این آینه که گرد ملال تو کنم. بی خود از خود شدم اونقدر که در فصل بهار گل اگر خنده کند گریه به حال تو کنم. از زبونه ای عاشقات بگم دوستان تو هر کجا هستن عرض ادب می کنم. دوست دارم که شبم قطره اشکی شاید. دوست دارم که شبم قطره اشکی شاید. هاشمی طلعت من تکیه به خال تو کنم. دوست دارم که شود هستی من یک سر چشم به امیدی که تماشای جمال تو کنم. صلی الله علیک مولا یا بقیت الله عجل الله تعالی فرجک الشریف. ان شاء الله فرج حضرتش برسد. هل تا همین فاصله میان برنامه که بود یکی از عزیزان سفارش کردن طفل مریضی است که التماس دعا دارد یه حمد شفا بخوانید و باید بشارت بدم به همه شما این حمد شفاها مؤثر است و عزیزان تماس میگیرن و خبر سلامتی و عافیت خودشان را به ما میدن. الحمدلله رب العالمین. بخوانید حمد شفا برای همیرزا مرزان این مخصوصا این طفل مریض. خب راجع به سوره براءت و بیکفایت بودن ابابکر صحبت کردیم. حرف بسیار زیاد است، حرف بسیار زیاد است. مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه عطر الله مزجعه این بزرگوار هم مفصلا کلمات را آورده است، مباحث را فرموده است. ما که اینو خودم میگم درد دل باشه بین ما و عزیزانی که ارادت دارم خدمتشون و آن این که ما که به قدر و منزلت علامه امینی نمیرسیم. امینی است که در آن رؤیای صادق دیدن مولا به او آب کوثر را چنین میپاشند و میفرماید اهن من غدیره که یا امینی، گوارا نوش جان کن از غدیرت امینی. اون بزرگواری که بلکه سلام الله علی روحه باید بگم با این تفاصیل نمیرسیم، اما ذره ای از غیرت امینی در وجود خودمون رشد بدهیم، ذره ای از حمیت امینی در قلب خودمون داشته باشیم. برای چه ترحم میکنیم برای کسانی که مقابل امر ولایت ایستادن، مقابل نور ایستادن، که چه شود؟ این 50-60-70-80 سال عمر میگذرد، آن قدری که در انتها هستیم که دیگر اصلا انشالله که چنین نباشد، اما مورد توجه قرار نمیگیریم که کسی حرف ما را بخواد. این عنفوان جوانی است و میان سالی است که میشود یک کارهایی کرد. خب بکنیم، از چی میترسیم؟ از چه بترسیم؟ آقا رذائل دارند، رذائل دارند، خود مریدهاشون هم پذیرفتن که اینها رذائل دارند. اصلا انقدر از زیل خودشون سراغ دارن از بزرگا خودشون که اسمت را شرط نمیدانند در امامت و خلافت. اصلا اسمت را شرط نمیدونن، خدشه در اسمت همه انبیا هم میکنن به خاطر که بگوین اگر کسی امیر بر قومی شد و معصوم نبود، حتی عدالت هم نداشت، مانعی نداره، او راضی است و کاسه داغتر از آش شده، این نمیدانم برای چه، و پناه به خدا میبریم. امر دوم، اتفاقی که افتاده است در اینه، حسب بعضی از روایات ازدواج امیر المؤمنین و صدیقه طاهره صلوات الله علیهما. از همین اتفاق هم می شود بی کفایتی ابوبکر و هم پیاله های او را، هم کاسه های او را برای شما نقل کنم و تاریخ هم نقل کرد، چرا که اینها قدم پیش گذاشتن و جسارت کردن، از رسول خدا درخواست کردن زواج با فاطمه را صلوات الله، و خاتم الانبیا رو ترش کردند. رحمتن، ببینید چی میگم، رحمتن للعالمین است. وقتی کوچکترین اشاره ای در ابروان مبارکش که حاکی از غضب باشد رخ بدهد، این غضب بسیار زیاد است، چون شأن رحمت است. حالا به هر عنوان اینها را پس زدند و فرمودند امر زواج فاطمه اصلا با خداست. انقدر اینجا
در شأن نزول آیات سوره الرحمن مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان یخرج منها لؤلؤ والمرجان، مرجان در این آیات فضائل قوغا می کند که راجع به ازدواج است. آن دستوری که حق داده است که ازدواج را برقرار کن بین نور و نور. به 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 به، در همین کلمه نور و نور، من نور کلی حرف من بی سواد میتونم بزنم، چه برسد به آنها که صاحب علم و فهم و درک عالیه هستن. ازدواج صورت میگیرد، ولیمه‌ای که همگان بر سر آن سفره مینشینند. حالا بین عقد امیر المؤمنین و صدیقه طاهره صلوات الله علیه و آن لحظه‌ای که معمولا امروز در عرف میگوین عروسی، یعنی عروس را، زفاف را، عروس را به خانه بردن، شاید 40 روز فاصله بوده است. تاریخ مختلف است. اتفاقای بسیار زیبا و خیلی قابل توجه افتاده است. همه ما در اخلاقیات و رسم و رسوم ازدواج که می رسیم شواهد می آوریم از ازدواج صدیقه طاهره صلوات الله علیها و امیر عوالم علیه افضل الصلاة والسلام. انقدر این اتفاقات زیباست، ببینید تاریخ را، تمنا می کنم ببینید تاریخ را، بخوانید تاریخی که دستکاری نشده البته، بخوانید، انقدر زیباست. لحظه ای که خاتم الانبیا وارد بر فاطمه اش می شود، به او می فرماید که علی آمده است، امیر المؤمنین آمده است، سر را پایین می اندازد، رسول خدا فریاد می زند الله اکبر، سکوت ها روا ها، سکوتش رضایت اوست. قوغاست. من خودم به نفسه عرض می کنم هر وقت در این مقام حرف زده ام در جلساتم عنان از دست داده ام. الان هم خیلی مراقبم که چیزهایی نگویم که خدای نکرده از چارچوب رسانه بیرون باشد. اتفاقات بسیار زیباست. هر وقت صحبت میشه، این عرض کرد، هر وقت صحبت میشود از رسوم زواج، رسوم ازدواج، اشاره میکنیم به مهر کم صدیقه طاهره صلوات الله علیه. بله، مهر کم گرفتن، بهترین زنان امت من کسانی هستند که مهر کم داشته باشند. مهرها را بالا نگیرید. مهر اسمش صداق است، یعنی آن چیزی که مایه تصدیق میشود مرد را برای همسرش، صدق خودش را با این هدیه مشخص می کند. مهر کاری نکنیم که چنان شود که مجبور شوند به بعضی از کارها. اینا را اخلاقیات اولیه است و جالب اینه که همه بلدیم، همه اینا رو می دونیم، همه، به خصوص شما عزیزان اهل ولایت، همه میدونیم، ولی به عمل که میفتیم گاهی وقتا چیزهای شیطانی میاد، مانع میشه، چشم و همچشمه ها، از این حرفایی که اصلا من دوست ندارم من بزنم، چون حقیقتا کسی که خودش نصایح را بلده است، نصیحت کردنش خلاف ادب است. همه شما اینها را میدانید و به دیگران هم میکنید. نکته ای که میخوام بگم، صداق کم بین 400 تا 500 درهم صداق حضرت صدیق است. چه بفروش علی جان به امر رسول خدا؟ شمشیرت را که میخواهی، شطورت را که لازم داری، سلام الله علیک یا امیر المؤمنین، شطورت مایه درآمد توست. امیر المؤمنین آب می آوردن از بیرون و در مدینه می فروختن، شاغل بوده است امیر المؤمنین صلواتونه. خوش به حال کسانی که از دست امیر المؤمنین آب می نوشیدن، بهای آن هر چقدر که می خواهد باشد، و خوش به حال کسانی که در محشر از دست امیر المؤمنین آب می نوشند. آب، 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 حرفیست که عرض می کنم خدمت شما. حقیقتاً بی تعارف یک دهان خواهم به پهنای فلک که بتوانم این 3-4 دقیقه آخر برنامه راجع به مهر حضرت صدیقه طاهره حرف بزنم. هر جور که گمان می کنم که بخوابانم در قالب الفاظ و معانی و خدمت شما بینندگان از عرضه بدارم، باز ببینم این لفظ ها کوتاهه، الفاظ کوتاه است، آن حقیقت معنا را بیان نمی کنه.
خب صدیقه طاهره صلوات الله علیه فرمودند که اینها مهریه هایی است که چیزهایی که تهیه کردن مختصر بود از ظروف خیلی عادی و دم دست اولیه، اینها همش هست در تاریخ میتونید ببینید. صدیقه طاهره فرمودند خب اینها مهریه های زنای دنیایی است، من که جزء زنای ببینید دنیایی نیستم، حورا اون انسیه است، حورا اون انسیه است. خداوند علی علا جبرئیل را بفرسته، جبرئیل وحی خدمت رسول خدا عرضه بدارد، یا رسول الله فاطمه ما هرچه که بخواهد مهر اوست. به چه میخواهد صدیقه طاهره؟ چه میخواهد کسی که مادر خلقت است؟ این گونه بگویم مادر رسول خداست، رسول خدا انا و علی ابوا هذه الامه مادر خلقت است، شفاعت گناهکاران روز محشر از امتت میدهد، راضی میشوی؟ نوشته ای بیاید، قرار دادی بیاید. این لوح فاطمه که در بعضی از خانه ها شاید دیده باشید چاپ شده است و قاب عکس سبز رنگی است که خطهای متوالی در آن نوشته شده و نگهداری آن در خانه ها اثرات عجیبه ای دارد. بتوانید نگهداری کنید، قاب کنید در منازلتون، آن لوح ناظر شد که خداوند علی اعلا میگوید من قبول میکنم. شفاعت کبرا را به صدیقه طاهره میدن و ببینید محشر که صدیقه طاهره میآید و عبور میکند از من، حتی انبیا سرفکنده میشوند و آن عظمتی که در روایات آمده است مفصل است، وقت نداریم، و آن چیزی که دیگر جزء مهریه معنوی حضرت صدیقه است آب است. آب، چهار نهر، فرات، دجله، نهروان، بلخ، انهار بهشتی چهار، روایتش صحیحه. آب چه موضوعیتی دارد؟ چه موضوعیتی دارد آب؟ غیر از این است که طاهر و مطهر است، هم پاک است هم پاک کننده. دقت کنید جمله عنوان میگم، اهل دقت بیابند. آب غیر از این است که در صفاتش هم طاهر است هم مطهر است، هم پاک است هم پاک میکند. آب غیر از این است که در صفاتش این است که انسان را حیات می دهد، نه انسان را، موجودات را حیات می دهد. دست می گذارد صدیقه طاهره مهر خودش را، صداق خودش را بر آب. سلام الله علیکی یا فاطمت الزهرا. خیلی حرف عمیقه آقا، خیلی عمیقه. حیات جمله موجودات مهر صدیقه طاهره است. حالا کسی اگر از ولایت همسرش سر باز بزند، اگر کسی محبت دشمنانش را در دل داشته باشد، ببینید چه جفایی میکند به کسی که مهر او آب است. چهار نهر پر آب دنیایی و چهار نهر سلام الله علیه، بالاخره تکیه است کربلاست. این مهر، این آب میرسد به آنجایی که در همین سرزمین سید الشهدا روحی له الفدا طلب آب میکند و میفرماید اگر آبی نوشیدید مرا یاد کنید. یاد حسین ابن علی با آب نقطه حیات است. حرف بسیار زیاد، این وقتی عرض میکنم که نمیدونم الفاظ را چگونه جمله بندی کنم خدمت شما بگویم، مال ایناست. خیلی حرف زیادتره. آب، حیات، کربلا، انشالله هر سه در قلوب شما موجود است و رشدش میدهید. صدای اضافه در استودیو داریم طبق معمول. هر جا هستید برای فرج دعا کنید، به ما هم دعا کنید، مریضا را دعا کنید. و عرضم به خدمت شما که هدیه امام رضا هر جای عالم که هستید صلوات عنایت کنید. یا علی، خدا نگه. زمین کربلا تا دین شکسته، جوانان یک به یک بردی زدسته. زمین کربلا فصل بهار است، زفون نوجوانان لاله زار. Oh,
زمین کربلا باهی لبازی عجب کردی و تو مهمان نوازی زمین کربلا باهی لبازی عجب کردی و تو مهمان نوازی.